In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. چشماندازی از یک دریاچه مه گرفته در دوردست، مهی که انگار به غیر از دریاچه تمامی شهر پیرامونش رو هم در بر گرفته. اتومبیلی که پارک شده و درش هم بازه، انگار فردی با عجله خودش رو به اینجا رسونده. مردی که به دقت در حال وارسی خودش تو آینه یه سرویس بهداشتی بین راهیه. اسم این مرد جیمز ساندرلنده که به شهر سایلنت هیل رسیده. اما چرا اون خودش رو به این شهر رسونده؟ جیمز به خاطر نامه‌ای که از همسرش دریافت کرده تصمیم گرفته به این شهر بیاد. همسرش بهش تو نامه گفته من تو مکان ویژه‌مون تو شهر سایلنت هیل منتظرتم. جیمز اصلا نمیتونه این قضیه رو باور کنه، چون همسرش ماری 3 سال پیش بر اثر بیماری از دنیا رفته. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با داستان بازی سایلنت هیل 2. مری تو نامه به جیمز گفته که تو مکان ویژه‌شون تو شهر سایلنت هیل منتظرشه. جیمز با خودش فکر میکنه که تمام شهر سایلنت هیل در واقع مکان ویژه‌شون بوده و جای جای این شهر براشون خاطره است. با این حال اون 2 نقطه مشخص رو به یاد میاره: پارک ساحلی روزواتر و هتل لیک فیو. جیمز هنوز مطمئن نیست که این نامه رو واقعا ماری نوشته باشه، اما از طرفی مطمئنه که دستخط نامه دقیقاً دستخط همسرش ماریه. جیمز سردرگم از اتفاقات عجیبی که داره براش رخ میده شروع به حرکت میکنه، اما مسیر اصلی بزرگ راه بسته است و اون مجبور از یک کوره راه فرعی به راهش ادامه بده. هوا مه گرفته است و اون به سختی میتونه اطرافش رو ببینه. جیمز پس از طی مسافتی طولانی به یک چاه میرسه و دوباره به مسیرش ادامه میده تا اینکه بالاخره به یک گورستان میرسه. اینجاست که با یه دختر روبرو میشه. Excuse me, I'm sorry. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog either. Okay, I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just, I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. No,
I hope you find them. Yeah, you too. وقتی صحبتش با اون دختر تموم میشه شروع به حرکت میکنه، در حالی که هنوز از حرفایی که اون دختر زده متعجبه. اون دختر حالت آشفته‌ای داشت و به گفته خودش به دنبال مادرش به این شهر اومده بود. به هر حال جیمز حرکت میکنه و با عبور از مسیر کناری یک کانال آب بالاخره به قسمت‌های مسکونی شهر سایلنت هیل میرسه. شهری که ظاهرا خبری از هیچ انسانی توش نیست و انگار گرد مرگ به سر و روی این شهر بی صدا پاشیده شده. جیمز ناگهان با قطرات خونی روی زمین مواجه میشه و تصمیم میگیره رد خون رو دنبال کنه تا بالاخره بفهمه تو این شهر چه خبر. اون در انتهای یک کوچه بن‌بست متوجه موجود عجیبی میشه که داخل یه تونل مسدود ایستاده. اون موجود به محض اینکه متوجه جیمز میشه برمیگرده و بهش حمله میکنه، ولی جیمز با چوبی که از دهانه اون تونل جدا میکنه آماده میشه که از خودش دفاع کنه و نهایتا موفق میشه اون موجود از بین ببره. ولی در این حال هنوز از دیدن این موجود عجیب و غریب گیجه. همین که از تونل خارج میشه رادیوی جیبیش به صدا در میاد و صداهای نامفهومی از اون طرف خط به گوش میرسه. انگار زنی سعی داره چیز رو بهش بفهمونه، اما کیفیت صدا خیلی بده و تقریبا چیزی به جز خشخش و چند کلمه نامفهوم به گوش نمیرسه. جیمز تصمیم میگیره رادیو رو روشن بذاره، چون این احتمال رو میده ممکنه کسی بخواد از این طریق باهاش ارتباط بگیره، و از طرفی متوجه میشه وقتی نزدیک موجود خطرناکی میشه رادیو به طرز عجیبی نویز میده. به هر حال جیمز به مسیرش ادامه میده تا اینکه به یه بار میرسه و داخل اون بار یه نقشه پیدا میکنه که توش نقاط خاصی علامت زده شده. رو شیشه این بار جمله عجیبی نوشته شده: قبلا یه حفره اینجا بود ولی حالا دیگه نیست. جیمز به مکانهای مشخص شده رو نقشه میره و موفق میشه کلید یه آپارتمان رو پیدا کنه و تو راهش به سمت اون آپارتمان جسد مردی رو پیدا میکنه که قبل از مردنش یادداشت‌هایی نوشته که حالا پخش زمین شدن. جیمز با خوندن اون یادداشت‌ها متوجه میشه این هیولاها جذب نور میشن و همچنین به صدا حساسن. همچنین اون مرد تو یادداشت‌هاش نوشته که فقط من میتونم اون موجودات رو ببینم و دوستم که همراهمه اصلا نمیتونه چنین چیزی رو ببینه. به هر حال جیمز به آپارتمانی که کلیدش رو پیدا کرده بود میرسه. این آپارتمان ظاهرا تنها مسیریه که جیمز میتونه با گذر از اون به قسمت‌های از شهر که همسرش ماری گفته بود اونجا منتظرشه برسه. جیمز وارد آپارتمان میشه و شروع به گشتن برای یه مسیر خروجی میکنه. این آپارتمان ظاهری عجیب داره و پر از معماهای پیچیده و متفاوت. جیمز تو یکی از اتاقا با صحنه ای عجیب روبرو میشه. ظاهرا مردی در حالی که داشته چیزی رو تو تلویزیون میدیده کشته شده، یا شاید هم خودشو کشته. جیمز برای خروج از اونجا باید کلیدی رو پیدا کنه که این کلید پشت دیواری میله‌ای افتاده، ولی جیمز میتونه با کمی تلاش خودشو بهش برسونه. اینجاست که اتفاق عجیبی میفته. Ow! Ha-ha! Hey, wait! Damn it! اون دختر کوچیک کلید رو از جیمز دور میکنه. جیمز در حالی که هنوز شگفت زده است که یه دختر کوچیک تو این شهر پر از هیولا چیکار میکنه، به مسیرش ادامه میده تا بتونه به مکانهای مورد نظرش برسه. جیمز در ادامه دوباره غافلگیر میشه. سری موجود بزرگ که شبیه کابوسی تاریک میمونه با فلزی که شبیه هرمه پوشیده شده و به کل هرمی معروفه. جیمز به مسیرش ادامه میده تا اینکه با فرد دیگه ای تو این دنیای وحشت زده روبرو میشه. موسیقی
It wasn't me. I didn't do it. Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that red pyramid thing, are you? Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just... You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I you be careful too. جیمز بعد از صحبت با ادی به مسیرش ادامه میده. اون به دری میرسه که ظاهرا فاصله نزدیکی با آپارتمان بغلی داره و از اون در وارد میشه. این آپارتمان کاملا شبیه آپارتمان قبلیه، با این تفاوت که محیطی تیره تر داره. جیمز تو یکی از اتاقها دوباره همون دختری که تو گورستان دیده بود رو میبینه. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Angela. Angela, okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, it's what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy.
At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! Oh, I'm sorry. I've been bad. Please, don't! جیمز با چاقویی که از آنجلا گرفته به مسیرش ادامه میده. ظاهرا آنجلا سعی داشت با اون چاقو خودشو خلاص کنه، اما جیمز جلوشو گرفت. به هر حال جیمز نهایتا موفق میشه کلید خروجی آپارتمان رو پیدا کنه. اینجاست که بازم غافلگیر میشه. جیمز با شکست دادن کله هرمی اونو موقتا دور میکنه و از ساختمون خارج میشه. اون تو خیابونای مه گرفته سایلنت هیل که حالا روشنایی روز رو به خودش میبینه، دوباره اون دختر کوچیک که کلیدو ازش دور کرده بود رو میبینه. You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? جیمز در حالی که از حرفای اون دختر متعجبه به راهش ادامه میده. اون دختر یه نامه تو دستش بود و همچنین ماری یعنی همسر جیمز رو میشناخت. هری به پارک ساحلی روزواتر میرسه به این امید که بتونه همسرش ماری رو ملاقات کنه. اما ماری؟ No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you. I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way.
It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. ماریا به گفته جیمز کاملا شبیه همسرش ماریه و انگار خواهر دوقلوشه، ولی در واقع ماریا هیچ نسبتی با ماری نداره و اصلا جیمز و ماریا تا به حال ندیده. جیمز در حین صحبت با ماریا به یاد میاره که قبلا با ماری به هتل لیک فیو اومدن و تصمیم میگیره با اونجا بره به امید اینکه اون مکان همون مکان ویژه‌ای باشه که ماری تو نامه بهش اشاره کرده بوده.